خب دوستان عزیزتر از جان، بریم با هم دیگه شروع بکنیم رسم تابع درجه 3 رو. دوستان عزیزم، رسم تابع درجه 3 و کلن رسم تابع دیگه به اون چیزی که تو ذهن شماست من کاری ندارم و میخوامم تو خدا تو کاری نداشته باشی. پس من یه حرفی میخوام باهات بزنم. توی رسم تابع تو یه آدمی باش که هیچی بلد نیست. توی رسم تابع آدمی باش که هیچی بلد نیست و من میخوام از صفر بهش نمودار درس بدم و میخوام از صفر بهت یاد بدم که چگونه نمودار بکشی و یک نموداری بکشی که کاملا متفاوت باشه از بقیه. اوکی؟ پس من خواهش میکنم، شاید بگم تا نیم ساعت لااقل هیچ کاری نکن، یعنی صرفا به من گوش و خوب تکنیکی که میگم رو یاد بگیر و به هیچ عنوان مثلا وسطش نگو مثلا این آسون تره این سخت تره. آسون سختیشو من تشخیص میدم. خب فقط کاری که من میگم بکن، فقط کاری که من میگم انجام بده. اوکی؟ یا مثلا نگو این که همونه، این که فلانه، این همون نیست عزیزم. شکلش که همون میشه در نهایت. خب با هر روشی بری شکل تهش همون میشه. شکل من که نمیام یه شکل دیگه برات به دست میارم، ولی مسیر رسممون یه مسیریه که به جرأت میگم تنها انسانهایی هستیم که بدون انتقال تابع رسم میکنیم. میخوام الان بهت یاد بدم تابع رو رسم کنی بدون اینکه انتقال بدی. اوکی؟ پس خوب به من گوش کن. القضا اولین تابعی که میخواییم با هم دیگه کار بکنیم تابع درجه 3. دوست عزیزم، تابع درجه 3 در علم ریاضی دو نوع داریم. یک، بهش میگن توابع هفتی هشتی. انگشت من رو نگاه کن، میاد پایین میره بالا برمیگرده، یا میره بالا میاد پایین میره بالا. به این توابعی که الان با دستم نشون دادم بهشون میگن توابع هفتی هشتی. ما با این دسته از توابع درجه 3 کاری نداریم. پس من با این دسته از توابع هفتی هشتی در کتاب درسی کاری، در ریاضیات کاری ندارم. کتاب درسی اصلا با اینا صحبت نکرده، راجع به اینا هیچ صحبت خاصی نشده، پس من با اینا صحبتی نمی کنم. در درس یک کتاب تجربی و در فصل اول کتاب ریاضی و حسابان، در فصل اول چه ریاضی ها چه تجربی ها، یک نوع تابع درجه 3 بیشتر بیان نشده. پس ما الان هدفمون رسم توابع درجه 3 به این تکنیکی که میگم و به این شکلیه که میگم. ما توی کتاب درسیمون فقط این شکل رو برای تابع درجه 3 میخونیم، فقط این رو میخونیم، همین. ما هیچ تابعی هیچ فرم دیگه از درجه 3 رو نمیخونیم. پس در سطح کتاب درسی و برای کنکورمون یاد میگیریم کتاب درجه 3 کلا به این استایله. این میشه استایل تابع درجه 3. اوکی؟ میشه تابع درجه 3، میشه لور. و این تابعه اگر با من موافق باشی تو ایکس های مثبت خیلی شبیه ایکس دوه، تو ایکس های منفی خیلی شبیه منفی ایکس دوه. اگر این رو به صورت تابع دو ضابطه‌ای بنویسیمش، می‌بینیم ایکس های مثبت ایکس دو میده، ایکس های منفی منفی ایکس دو میده. خب پس میتونیم با هم دیگه یهو بنویسیمش،
x در قدر x، یعنی نمودار x در قدر x خیلی شبیه نمودار x، خیلی شبیه نمودار x. و در حالت کلی تر